با سلام قراره در این ویدئو بگیم که در چه نوع سنگهایی جواهر یاقوت پیدا میشه پس اگر خواستید با ما همراه باشید قبل از همه باید بگم که بخش زیادی از یاقوت‌های سرخ جهان در سنگهای مرمر سفید نه مرمریت یا مرمر سبز مرمر سفید پیدا میشه خب شاید براتون این سوال پیش بیاد که ایران ذخایر زیادی از سنگ مرمر سفید داره که سلان بهش میگن ماربل لایمستون یا لایمستون ماربل خب اول باید بگم که یکی از مهمترین دلایل یاقوت تو بیشتر سنگهای مرمر ایران نیست یکی از مهمترین شرایط تشکیل یعنی دمایی بین 600 خورده ای تا 700 خورده ای درجه سانتیگراد میتونم می بگم که 98 درصد مرمرهای ایران مرمرهای سفید ایران همچین دمایی نداره دماش کمتره خب حالا اگه بخواین تو ایران یا هر کشور دیگه دنبال سنگ مرمری بگردید که احتمال این که یاقوت داخلش باشه بیشتر باشه یاقوت سرخ یک راهنمای خیلی ساده بگردید دوباره دنبال محدوده گرانیتی محدوده بزرگ سنگ گرانیت یک دست توده های گرانیت که با توده های سنگ مرمر سفید در تماس باشه یعنی یک توده بزرگ پنجاه صد متر چند کیلومتر هر چه بزرگتر بهتر از سنگ گرانیت که با یک توده بزرگ از سنگ مرمر سفید در تماسه در مرز میان تماس این دو نوع سنگ به سمت مرمر دمای لازم برای تشکیل یاقوت هست و این جا احتمال تشکیل یاقوت و اکتشاف بیشتره دلیلش هم این هست که سنگ گرانیت یک نوع آذرین درونیه یعنی مواد مذابیه که زیر زمین سرد میشه و دماش به 900 درجه سانتیگراد میرسه یعنی دیویس درجه بیشتر از اون دمایی که یاقوت میتونه تشکیل بشه سوال دوم اینکه که خب پس چرا تو سنگ مرمر یاقوت هست؟ چرا تو سنگ گرانید که خیلی گرمتر هست خبری از یاقوت نیست؟ دلیلش اینه که یاقوت از جاهای سیلیکات جایی که سیلیس دارن سیلیکات دارن م... بخوام مثلا ساده بگم متنفره یعنی در واقع جایی که سیلیس هست شبکه بلوری یاقوت تشکیل نمیشه این توضیحاتی که داریم میدیم کاملا علمیه و شما عزیزان میتونید خودتون راجبشون تحقیق کنید و اینکه این, که این حرفها همش از مقالات علمی و مطالعات زمین شناسی برگرفته شده خب وقتی که توده گرانیتی مذاب 900 درجه با سنگ ماربل تماس پیدا میکنه گاهی وقتا در مرز تماس بعضی وقتا یه سنگ های سبز رنگی به وجود میاد به اسم اسکان که واکنش بین سنگ های سیلیستار با سنگ مرمر کربنات داره که واکنش اینها اسکان رو به وجود میاره اتفاقی که میافته این هست سنگ مرمر یه زمانی سنگ آهک بوده همونطور که میدونید سنگ آهک دارای مقداری ناخالصی خاک رس هست وقتی که سنگ آهک با مقداری ناخالصی خاک رست در اعماق زمین با توده بسیار داغ گرانیتی مذاب گرانیت تماس پیدا میکنه اکسید آلمینیوم داخل ناخالصیهای های خاک رس که داخل سنگ آهک است که البته طی این واکنش سنگ آهک دگرگون میشه و تبدیل به مرمر میشه مرمر سفید و ناخالصی خاک رس اون به دلیل که اکسید آلمینیوم و مقدار خیلی خیلی ناچیز اکسید کروم داره اکسید کروم عامل رنگ قرمز یاقوت سرخه شاید این مثالی که میزنم خوب نباشه اما دیدید که دو تا نخ زعفرون یک قابلمه تچین رو میتونه رنگ بده و این اتفاق تو سنگ ها نیز میفته ولی به صورت معدنی وقتی که این اتفاق میافته، اکسید آلومینیوم و مقدار ناچیز اکسید کروم از خ... ناخالصی های خاک رس داخل سنگ مرمر خارج میشه و داخل خود سنگ مرمر تشکیل بلورهای یاقوت سرخ میده. البته گرانیت هم اکسید آلمینیوم داره و سنگ های دگرگونی اطراف سنگ مرمر یا حتی ناخالصیهای دیگه. ولی چون که مثل خاک رس اکسید کروم کافی نداره یاقوت های کبود به وجود میاد یاقوت های به رنگ های دیگه که اینا میتونه عاملش اکسیدهای آلمینیوم دیگه ای باشه که از جای دیگه اومده ولی یاقوت سرخ به دلیل اینکه اکسید کرومش از خاک رس و آلومینیومش از خاک رس هست معمولا نتیجه همین قضیه هست خب حالا اگر خواستید جایی رو بگردید که این دو تا محدوده با هم در تماس بود چند تا نکته رو باید در نظر بگیرید اول اینکه در این جور محدوده ها ممکنه زمانهای قدیم تمدنهای قدیم مردم اون زمان سطح اینا رو اکتشاف کرده باشن و یاغوت هایی که در سطح وجود دارد استخراج کرده باشن خب پس اگر گشتید و یاقوتی پیدا نکردید یک کم عمیقتر بکنید به اضافه اینکه که عوامل فرسایشی هم بلورهای یاقوت رو جابجا میکنه. خب اگر خواسته دنبال یاقوت سرخ بگردید یک نکتر باید در نظر بگیرید اون هستش که اکثر یاقوت ها این شکلی نیست و کیفیت خیلی پایین تر رنگ خیلی زشتتر و پر از ترک و شکافه به طوری که در خیلی از معادن یاقوت یاقوت های بد کیفیت و دارای پر از ترک و رنگ های کم رنگ رنگ هایی که حتی قرمز هم نیست خیلی کم تره بیشتر هستن حتی تو خود همین یوتیوب یک مستند دیده بودم که از یکی از معادن افغانستان کنار یا های با کیفیت های کیفیت سخراج استخراج می که با فشار دست خورد میشد. یعنی رسما ازش نمیشه نگین یا جواهر درست کرد پس احتمال این جورجه ها بیشتره اگرم از این سبک ویدیو خوشتون میاد لطفا تو بخش نظرات یا توضیحات بنویسید که ما سلیقه شما عزیزان رو بدونیم و باز هم از این ویدیو بسازیم با تشکر خدا نگهد.